متاسفانه خیلی از صاحبان پرنده توجه زیادی به خوراک عروس هلندی نمی کنن و به نظرشون دانه و ارزن تنها غذاییه که باید به پرنده داد، در صورتی که این طرز فکر کاملا اشتباهه. عروس هلندی به رژیم متعادل و بالانس شده از مواد مغذی مثل کربوهیدرات‌ها، پروتئین‌ها، چربی، ویتامین‌ها و مواد معدنی و آب نیاز داره. حالا در جواب سوال غذای عروس هلندی چیست، باید به شما بگم که تغذیه عروس هلندی طیف مختلفی از غذاها رو شامل میشه و مثل یک عروس هلندی در طبیعت، عروس هلندی خونگی هم باید رژیم متنوع و کاملی داشته باشه تا همیشه سالم و سلامت باشه. حالا برای اینکه در مورد تغذیه عروس هلندی کاملا مطلع بشید و آشنا بشید که تغذیه عروس هلندی چه چیزهایی باید باشه، تا آخر این ویدیو همراه من باشید. چنل جوجو و خاندان رو سابسکرایب کنید و زنگوله چنل رو فعال کنید. راستی نظرات شما برام خیلی مهمه، پس حتما کامنت هم برام بذارید. سلام دوستان، من عاطفه هستم، به چنل جوجو و خاندان خوش اومدین. خب حالا بریم سراغ این که تغذیه عروس هلندی شما باید چی باشه. غذای عروس هلندی باید مناسب سن و شرایط بدنیش باشه. مثلا تغذیه عروس هلندی در دوران طولکی یا پرریزی و یا تخم گذاری با شرایط عادی فرق داره. بهترین غذا برای عروس هلندی باید 60-70% انواع دانه ها و پلت مخصوص پرنده و 20-25% میوه و سبزیجات رو داشته باشه و باقی مانده رژیمشون هم باید از برگ های خوراکی و گیاهان باشه. دانه های خوراکی عروس هلندی که خوشمزه و مقویه اما در حد اعتدال باشه، اونها عادت دارن در وعده های کم غذا بخورن و به طور کلی به 1.5-2 قاشق دانه در روز نیاز دارن. بنابراین بهترین کار اینه که مطمئن بشید همیشه مقداری دانه در ظرف غذای پرنده وجود داره. بهترین اونها ارزن و کتان به حساب میاد که اکثرا 1 کیلو ارزن 200 گرم کتان مورد نیازه که معمولاً هر پرنده به سلیقه خاص خودش 2-3 دانه رو بیشتر دوست داره و اونها رو جدا میکنه و میخوره. تخمه آفتابگردان و ارزن جزء محبوب ترین دانه ها و غذای مورد علاقه عروس هلندی هاست. باید حواستون باشه که این دونه های خوشمزه مثل تخمه آفتابگردان برای عروس هلندی خیلی چربه و نباید بیش از حد به پرنده داده بشه، وگرنه عروس هلندی شما دچار چاقی و اضافه وزن میشه. پس در مصرف تخمه آفتابگردان زیاده روی نکنید. برای خرید دانه های خوراکی باید یا به صورت جداگانه تهیه کنید و یا به صورت ترکیبی که دقت کنید حتما مخصوص عروس هلندی ها باشه و اگر تخمه در ترکیب اونها وجود داره به صورت هفتگی داده بشه. پلت ها هم جز بهترین رژیم و مقوی ترین غذا برای عروس هلندی هاست. بهتره که 70-80% رژیم غذایی پرنده شما رو تشکیل بده،
چون از نظر مواد غذایی بالانس شده است و تمامی نیاز پرنده رو تأمین می کنه. بهتره که از سنین پایین پرندتون رو به پلت عادت بدین، چون عروس هلندی ها به طور غریزی دانه ها رو می شناسن و می خورن، اما پلت ظاهر و طعمش در اوایل براشون غریب و ناآشناست و ممکنه تمایلی بهش نشون ندن. حالا بریم سراغ اینکه سبزیجات و میوه های مجاز برای عروس هلندی چه چیزهایی هستند. بعد از پلت و دانه های خوراکی، مهمترین بخش رژیم رو باید میوه و سبزیجات تازه فصل تشکیل بدن. مخصوصا اگر به پرنده پلت نمیدین، میوه و سبزیجات اهمیت بیشتری پیدا میکنن، چون دانه های خوراکی تمام نیاز پرنده رو تامین نمیکنه. از طرفی اگه فقط به پرنده دانه بدین، ممکنه باعث انواع بیماری ها و حتی مرگ پرنده بشه. قبل از اینکه میوه و سبزیجات رو به پرنده بدین، با آب ولرم خوب بشورید تا مواد شیمیایی روی اونها نباشه. حالا میوه های تازه و مفید برای عروس هلندی شما شامل انجیر، سیب، هلو، گلابی، کیوی، موز، توت فرنگی، انواع آلو، گیلاس و انگور می باشد. و سبزیجات مفید و بی ضرر برای عروس هلندی شما شامل انواع حبوبات پخته شده، سیب زمینی کبابی، هویج، کلم بروکلی، ذرت، اسفناج به مقدار کم، برنج قهوه‌ای پخته که بدون روغن و نمک باشه، کینووا، کدو حلوایی، نخود فرنگی و لوبیا سبز و گیاهان و برگ‌های خوراکی مفید برای توتی شما شامل ریحان، برگ هویج، جعفری و گشنیز. در مورد اینکه حبوبات پخته شده و سیب زمینی کبابی رو به چه صورت به پرنده خودمون بدیم، من در ویدیوهای قبل بهتون آموزش دادم، لینکش رو براتون میذارم تا به این آموزش ها سر بزنید. بعضی از انواع سبزیجات رو میتونید یک روز در میون به پرنده خودتون بدین، اما میوه رو نباید بیش از یک یا دو بار در هفته به عروس هلندیتون بدید، چون قند زیادی دارند و براشون زیادیش خوب نیست. برگ های سبز و تازه مثل سبزی های خوراکی و ساقه گیاهان رو میتونید به صورت یک روز در میون در اختیار پرنده خودتون قرار بدین. برای اینکه دستتون بیاد پرندتون چقدر میوه و سبزیجات رو میخوره، اوایل زیاد براش بذارید و بعد از اینکه غذا خوردنش تموم شد، اضافه اون رو از قفسش بیرون بیارید. به طور مثال با 1/4 سیب یا 1/3 یک هویج شروع کنید و ببینید چقدرش رو میخوره و آیا لازمه که این مقدار رو کمتر یا بیشتر بکنید. نکته مهم در مورد میوه و سبزیجات تنوع اونهاست. سعی کنید انواع مختلف میوه و سبزیجات رو در رژیم پرندتون قرار بدید تا هم سلیقه پرندتون دستتون بیاد و هم مطمئن بشید که مواد مغذی مختلف به بدن پرنده شما خب رسیده. حالا برای اینکه بدونید ذرت رو چگونه به عروس هلندی خودتون بدین، من اینجا براتون مختصر توضیح میدم، هرچند که تو ویدیوهای قبل در مورد اینکه ذرت رو به چه صورت به پرنده خودتون بدین کاملا توضیح دادم.
حتماً به اون ویدیوها سر بزنید. ذرت یکی از سبزیجات مفیدیه که میتونید در اختیار پرنده قرار بدین به صورت آب‌پز و پخته شده. 10 دقیقه در آب جوش بجوشه و به قطعات کوچکتر تقسیم کنید تا عروس هلندی خودش با نوکش دونه های ذرت رو بکنه و بخوره. علاوه بر ذرت پخته شده به صورت بوداده یا پاپکورن میتونین یک تشویقی عالی که بدون نمک و روغن درست میشه در اختیار پرنده قرار بدین. آب تازه همیشه باید در دسترس پرنده قرار بذارید. ظرف آب رو هم هر روز با آب ولرم و کمی سکه سیب بشورید و دوباره پر آب کنید و آب تازه در اختیار پرنده خودتون قرار بدین. وقتی به بالانس خوبی بین دونه ها و پلت ها و میوه و سبزیجات تازه رسیدید، حالا وقتشه که هر از گاهی به پرندتون جایزه بدید و یه خوراکی خوشمزه هم بهش بدید تا رژیم غذاییش تنوع بیشتری داشته باشه. البته دقت کنید که این رو با غذاهای تقویتی عروس هلندی اشتباه نگیرین. خوشه های ارزن یک غذای تشویقی فوق‌العاده برای عروس هلندیه. چون عروس هلندی شما هم عاشق ارزن هستش و هم جدا کردن ارزن ها و هم براش یک تفریح و سرگرمی هیجان انگیزه. میتونید گوشه های ارزن رو به گوشه ای از قفس پرندتون آویزون کنید و تماشا کنید که چطوری پرندتون به هیجان میاد. جوانه دانه ها مثل جوانه گندم، کینووا، عدس و غیره به عنوان تشویقی پرندتون میتونید بدین که سرشار از مواد مغذی هستش و پرنده شما هم عاشق اونها. در مورد اینکه جوانه ها رو به چه صورت تهیه کنید و چه خواصی داره هم یک ویدیو در ویدیوهای قبل آموزش دادم، لینکش رو میذارم، به این ویدیو هم سر بزنید. سفیده تخم مرغ هم جزو غذاهای مغذی برای پرنده است. میتونید هفته ای 2 بار به صورت رنده شده و به مقدار خیلی کم به همراه زرده تخم مرغ در اختیار پرنده خودتون قرار بدید. حالا شما باید بدونید یک سری از غذاها برای پرنده شما ممنوع و مضر. این غذاها شامل شکلات، هر میوه هستدار، پیاز و سیر، آووکادو، الکل، قارچ، نمک، کافئین، چای و قهوه، غذاهای فست فودی، غذاهای شور و غذاهای چرب و هر نوع ادویه و روغن برای پرنده شما مضر. تمام توضیحاتی که تو این ویدیو به شما دادم برای پرنده‌ای هستش که دونخور شده و مستقل شده، یعنی از سن 45 روزگی به بعد. تمام این تغذیه هایی که به شما توضیح دادم شما مجاز هستید که در اختیار پرنده قرار بدید. خب به پایان این ویدیو رسیدیم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر که میخواین آموزش های بیشتری در مورد عروس هلندی و توتی سانان یاد بگیرید، چنل جوجو و خاندان رو سابسکرایب کنید و زنگوله چنل رو فعال کنید. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودین.